دوستان گرامی، عزیزانی که مراجعه میکنین به شاپسان یانگ و وردان یانگ، ساختمان های پرطرفداری که ایرانی ها هم مخصوصا زیاد اونجا رفت و آمد دارن. خب و مشکل پارکینگ که مدت ها باهاش روبرو بودین بالاخره حل شد و از این به بعد همونطور که ملاحظه میکنین در فیلم، باید به محض اینکه وارد پارکینگ ورودی میشین دستگاه هایی رو ملاحظه میکنین که با وارد کردن پلیت یا پلاک ماشینتون در دستگاه یک تیکتی دریافت میکنین که با اون تیکت 3 ساعت میتونین رایگان اونجا پارک کنین. بله، همطور که ملاحظه میکنین پلاک ماشین رو وارد میکنین به دستگاه و بله ایشون هم دارن همین کارو میکنن و دکمه سبز اوکی رو میزنین، دستگاه به شما 180 دقیقه یا 3 ساعت فری پارکینگ میده. البته تیکت رو که دریافت میکنید از پایین دستگاه ملاحظه میکنید، تیکت رو میگیرین، میتونین ببرین بذارین روی ماشینتون، روی داشبورد ماشین، این تیکتیه که دریافت میکنین. اگر هم نذارین روی ماشین، بر نگردین طرف ماشین، به دلیل اینکه کامپیوترایز هست و اپ داره، شما به هر حال اون 3 ساعت رایگان رو با خیالی راحت دارین، ولی حتما باید رجستر بکنین خودتون رو، یعنی پلیت ماشینتون رو وارد کنین. بعد از 3 ساعت هم که اصولاً اعتقاد بر این هست که هر گونه سرویسی رو در این مال بخواین، اهم از وکیلتون، آرایشگاه، خرید، بیشتر از 3 ساعت معمولا طول نمی کشه، برای ساعت بعدی $2 فقط هزینه خواهید داشت، یعنی هر ساعت $2 شارژش خواهد بود که از همون ابتدا هم اگر بدونین مثلا 5 ساعت میخواین بمونین یا رستوران میخواین برین، برنامه ای دارین، میتونین از همون ابتدا بگیرین برای خودتون 5 ساعت رو، 3 ساعت مجانی، ساعت بعد رو مثلا $2 شارژ میدین و از این به بعد دیگه مشکل پارکینگ نخواهد بود برای مراجعه کنندگانی که خب زیاد این بلینک ها طرفدار داره و مراجعه کننده به راحتی همه میتونن جای پارک خودشون رو داشته باشن. ولی توجه هم داشته باشین در برنامه های خاص و اوکیژن هایی به خصوص، ایونت هایی که دارن، کریسمس، کانادا دی، نوروز، هالووین و و و و خیلی از برنامه هایی به خصوصی که در این شاپسان یانگ میدونین که برنامه های خیلی خاصی رو میگذاره، پارکینگ تمام روز برای همه رایگان خواهد بود.